زمان صرف غذا یکی از زمانهای مرده ماست واقعا. اینو درست بکنیم. آقا دارم غذا میخورم، تبدیلش کنم به یک جلسه چی؟ صله ارحام. این سعی کنم غذا خوردنم بذارم با خانواده انجام بدم، با دوستانم انجام بدم. آقا وسط غذا من میتونم فلان مطلب رو گوش کنم. خب دارم غذا میخورم، اخبارم رو میذارم چی؟ میگم خب من ساعت 2 که میخوام نهار بخورم، درسته؟ اخبارم گوش میکنم، دارم غذا میخورم، اخبارم هم گوش میکنم. یه تایمی بعد بذارم دوباره برای اون دیگه. گفتگوهای خصوصی دوستانه رو شورش در اومده کلا 60-70% اضافه بریزید همینا رو دور. اون دوست به درت نمیخوره. یک نیازی تو این اگه به درد دل داری باید وقتش انجام بدی، براش با کس دیگه باید این درد دل رو بکنی. با خدای خودت، با پدر مادر خودت، با یکی کج و کله‌تر از خودت میری میشین صحبت میکنی. چه مشاوره‌ای هم بهت میده. عالی، یعنی ساخت چای قشنگ. مطالعه کتب و مجلات غیر مفید. بیکار این مجلات زرد بی خودی که آتشقال وقتتون میرن. کی با کی ازدواج کرد؟ شایعه ازدواج فلانی با بهمانی. وسواس و تکرار کارها. آدم وسواس عبد ابلیس، برده و بنده شیطونه. وسواس مثل یک کلافه که وقتی شیطون دستت بده این تناب همیشه بکشی، ته تناب دوباره گره زده یواشکی به سر تناب. یه تسمس هیچ وقت پایان نداره. یه بار میخواد بشه نشد، دو 3 ساعت تو همون گیر کرد، یه وضو میخواد بگیره حالتو فهمید، 40 بار میسابه و میشوره. این برده شیطانه. عدم دقت تو انتخاب ابزار کارآمد برای رسیدن به هدف. چون بلد نیستیم ابزار درست برای رسیدن به هدفمون انتخاب بکنیم، زمان از دست میدیم. میان امام خمینی تو نجف بود، تماس میگرفتن یه ماشین بفرستید مثلا از نجف میخوام بریم کربلا، امام گفت بهترین ماشینتونو بفرستید. من وقت ندارم ماشین خراب بشه بین راه، وقت ندارم به خاطر تکونه بی خود ماشین کمر درد بگیرم، بعد هی باید بری دکتر، هی بیا کار زندگی بیفتی. برای چی؟ که ابزار درست انتخاب نکرده. انتخاب راه های دور و نامناسب، چه راه زمینی چه حتی راه در هدف رسی ها رسیدن ها، بگیره لغمه رو دور سرش میچرخونه، یک توهمات یه چیز کار راحت و ساده رو اینقدر سختش میکنه که اصلا مات میمونی. عدم محاسبه هزینه فایده برخی از کارها. رفت آمد های غیر مفیدتون رو کم کنید، دزد هزینه است. با یک بار سفر چند تا کارتون انجام بدید. تسویف از اون دزدای حرفه‌ایه که اصلا آیه دارید تو قرآن در مورد این فتنه ابلیس. یکی از کاراش تسویفه، باید مفصل توضیح بدم. فقط در همه کارو به فرد انداختن. امیر مؤمنان میفرماد اگه کاری احساس خطر کردید برید تو شکمش. بسم الله بگو، ما میگی یا علی بگو، برو تو شکم کار، مطلب نه که یلخی بزنی به خطا. شتاب زدگی تو کارها، عجله داره، خوب برنامه ریزی نمی کنه، وسایل آماده نمی کنه، خراب میکنه، چیزی داغون میکنه. آقا عجله نکن، دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن. چرا عجله میکنه؟ تصادف میکنه. رفاه زدگی آلاینده مورد بعدیه. بعضی موقع رفاه زدگی وقت کشی میاره، وقتشو طرف به عیاشی و که این خیلی خطرناکه. باز بعضی هستن وقتشون که میکشن گناه نمیکنن. آقا چقدر از عمرتو گذروندی؟ یعنی مثلا حساب میکنن تو 20 سال میری 5 سال جلو مرسه دخترونه بوده. جدی خیلی ها الان بعضی آدرس میپرسی از این آقایون آدرس بدینم به مرسه دخترونه آدرس بدن میشونی درف چی کار هست؟ مرسه دخترونه فلانجا رو بلدی؟ مثلا آدرس خواهد دانشگاه تهرانه میشنسی؟ دانشگاه یکی آدرس میده، یکی هم هستش که چی؟ مرسه دخترونه آدرس بدن نصف عمرش بشه مطلق کنه. طرف به قول این جدیده گفتیم چیه اینا اینجور آدم ها؟ دخترگرا، مثل کفترگرا، خروسگرا، دخترگرا، اینا طرف میره دخترگرایی. چه میدونم این بیکارن، نمیدونم خدا گرایش داره دیگه، من نمیدونم چی میشه. آره می مهمونی های شبانه بی خودی که توش هزار جور لهو و لعب و گناهه، بعد می دیدی اینا هم شرطی میکنه آدم ها. از این مهمونی در میاد به فکر یه مهمونی دیگه است، هی میگه آقا یه مهمونی رجوع کنه، یه بار دیگه بریم پارتی بریم فلان. این رفاه زدگی آلاینده. دخالت های غیر لازم در کارهای دیگران، فضول و رایاس و همه کارو کار داره، هم وقت خودشو میگیره، دعوا درست میکنه. خیلی وقته یک لفظ جالبی هست شنیدین من شما، چیه؟ به تو چه؟ خب به من و شما چه؟ رفتی تو مسجد بایستان در حتی بغلش وضو میگیره، خب به تو چه؟ اون چه جوری وضو میگیره؟ بیکاری نگاه بکنی که مثلا چشاش داره در میاد، خب نگاه بکنی که یه ایرادی هم از بدبخت بگیری، چی کار داری آخه؟ به ما چه رفتی داره؟ به
همه کارا تجسس نکنید، ولا تجسسو. دغدغه های منفی مشغولیت های ذهنی باطلی که دیگه از دزدای وقته. ای بی خود به همه چیز بی خود فکر کن. آخ این الان اونجوری شد چی میشه؟ تو چی کار داری؟ او هم یه خدایی داره، یه خدای بالا سر از کار تو هم حل میکنه. ول کنید دیگه، بعضی اصلا مته به خشخاش میذارن. به همه چی باید حتما فکر کنه. وقت تو تلف نکن بابت اینا. دغدغه‌های منفی که اصلا بیخوده. آخ الان برف اومد دیگه. دیگه برف اومده دیگه چیکار کنه؟ ما دیگه نمیرسه. خب من نمیرسم. خب تاش نمیرسه. این سوال اساسی هستی بهتون گفتم چیه؟ که چی؟ به خدا خیلی مهمه. همه چی رو بپرسید. که چی؟ این همه جوش زدن برای چی؟ آخ پام شکسته دیگه. الان من نمیتونم تا 6 ماه اینجوری میشم. خب میدونیم میشی همینم از راست میگی. واقعا هم همینه. فقط چیه تو با این هرس و جوشی که میخوری زخم معده اضافه کنی به خودت. پای خوب میشه، زخم معده خوب نمیشه. تموم شد رفت. اگه یک نفر متوکل به خدا باشه، توکل به خدا داشته باشه، این حرفا رو چی نمیزنه. افسوس گذشته رو خوردن. آقا یه مثال داریم، زر مثلا خیلی خوبه. گذشته ها گذشته، تموم شد رفت. افسوس نخور، این افسوس باطله. جز این که سوهان روحت بشه هیچ فایده ای نداره. ببین یه موقع فعتبر رو از گذشته عبرت میگیری، یه بار فهمیدم آره اشتباه کردم، تموم شد. قرار نیستش که هی اینو بزن تو سر خودم، این خیلی بده. معصوم فرمود الاشتغار بالفائت یضیع الوقت، پرداختن به عمر گذشته زمان رو هدر میده. روایت داریم بابا چی؟ تموم شد. توهم آینده رو زدن، امنیه های باطل. طرف میره یه تخیلاتی فکر میکنه، 5 ساعت یه میارنش بیرون. تو هیچ، همین شرکت هرمی. تو یه وقتی برات صحبت میکردم معلوم بود 3 برابر این صحبتی که داره با تو میکنه چیکار کرده؟ فکر کرده قبلش. استزلال یکی دیگه از روش هاست که پدر در میاد. متزلزل کردن، روش هایی که ابلیس حمله میکرد به انسان، این 18 تا روشی که گفتیم، یکیش استزلال بود. متزلزلت میکنه، میخوای یه تصمیمی رو بگیری، نه من نمیتونم، کم بری جلو. ناآشنایی و بی‌اعتمادی به توانایی خودمون. بعضی موقع ما توانایی خودمون اصلا نمیشناسیم. اگر بشناسیم خوب میتونیم بهره وری داشته باشیم، خوب میتونیم استفاده بکنیم. دور و برمون بعضی موقع این استعدادها هست نمیبینیم. استعدادهای خودمون رو بشناسیم. مملکتم کم استعداد داره، منابع انرژی، جوان مستعد جویای کار. این تحریمایی که علی ما انجام داد، علی هر کی انجام میدادن پکیده بود موتورش مدو پایین. برای چی اینجوری نشد؟ بس که نعمتهای خدادادی داریم. اگر اینا دیده نشد اتلاف سرمایه است که یک بخشش سرمایه زمانیه. مورد 32، عدم شناخت امکانات دشنشت و خوشنشت. دشنشت یعنی دش، یعنی بد، زد، خوش یعنی خوب. دشنام، دشمن، دشوار. وار یعنی چی؟ یعنی اوکی. اوکی معادل فارسیش واره. اگه کسی خواست بپرسه هموار. وار یعنی رو به راه بودن. یه اوکی واره واره. دشنشت شرایطیه که برای شما اصلا شما دخیل نیستی، یوی پیش میاد. مثلا شما یه خونه خریدی، یه کنارش یه کارخونه میزنن، سر و صدای اون کارخونه باعث میشه قیمت خونه یه نصف شه. این شرط دشنشته. شرط خوشنشت هم داریم، خونه خریدی پارک میزنه کنارش، قیمت خونه میره بالا. شناخت شرایط دشنشت و خوشنشت خیلی ما رو از اتلاف وقتمون جلوگیری میکنه. یعنی این اسمش میشه، میدونی چی میشه؟ موج سواری. باید آدم موج سوار باشه. مؤمن باید موج سوار خوب باشه، کیس باید باشه، تیز باشه، از شرایط حسن استفاده رو کنه. رو درواسی داشتن با افراد دیگر و عدم توانایی در نگفتن، این بسیاری از وقت ما رو ضایع می‌کنه. نمیتونه نه بگه، رو درواسی گیر میکنه. آقا من اصلا نمیتونم، به خدا اصلا خجالت میکشم، ازم یه درخواستی داشته، آ میای بریم بیرون، تو رو خدا دلم گرفته، باشه بریم. حالا کار زندگیش مونده، خیلی بده، خیلی راحت میگه نه نمیتونم، ببخش. به خدا بد نیست، اون دنیا به پیر به پیغمبر بابت همین نگفتنه، نه نگفتنه، انقدر حسرت میخوری که نگو، انقدر حسرت میخوری که نگو. خیلی دلم سکانتنا بعده اللهم اکشف هذه الغمت عن هذه الامت بحضوره وعجل لنا ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه غريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.